تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. باسیار زیا هستم و برنامه امروز پنجشنبه 11 ماه جون سال 2020 را از منزل میزبانی میکنم. برنامه کنونی هم اکنون در صفحه دری فیسبوک صدای آمریکا هم به گونه زنده و مستقیم قابل دسترس است. امید میکنم تا پایان برنامه ما را همراه باشید. با تازه ترین ها از افغانستان آغاز میکنیم. جنرال کین مکنزی فرمانده قوای مرکزی ایالات متحده در مورد پابندی طالبان به توافقنامه صلح با آمریکا ابراز شک و تردید کرده و گفته است که با تطبیق کامل آن باید نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی بماند. جنرال مکنزی که دیروز در یک ویدیو کانفرنس انستیتوت شرق میانه صحبت میکرد با اشاره به عملی کردن کامل توافقنامه صلح میان ایالات متحده و طالبان که در 29 فوریه سال روان میلادی در دوحه امضا شد گفت هنوز برای من معلوم نیست که آنها کاملا این موضوع را پذیرفته و آمادند تا به جلو حرکت کنند. بخش دیگر از این توافقنامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. جنرال مکنزی تاکید کرد که ایالات متحده به آنچه در توافقنامه آمده است عمل می کند. حکومت افغانستان میگوید که زلمه خلیلزاد فرستاده امریکا برای صلح افغانستان با رئیس جمهور غنی، حامد کرزی و عبدالله عبدالله درباره زمان و مکان مذاکرات صلح ممکن بین الافغانی صحبت کرده است. صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در حال حاضر اختلاف نظر میان حکومت افغانستان و امریکا وجود ندارد و موقف پاکستان در پیوند بر روند صلح افغانستان نیز تغییر کرده است. در این حال برخی از اعضای پیشین گروه طالبان میگویند که دو طرف به آغاز مذاکرات بین الافغانی نزدیک شدند. تا کنون زمان دقیق آغاز مذاکرات بین الافغانی مشخص نشده است، اما به نظر می رسد که مکان این مذاکرات قطر خواهد بود. برخی از چهره های نزدیک به گروه طالبان هم می گویند که این مذاکرات در قطر برگزار می شود. اما از این که دولت قطر مسئله قرنطین و مبارزه با ویروس و کرونا را جدی گرفته است، هیئت افغانستان پس از سفر به قطر مدتی را در قرنطین خواهند ماند و تا آن زمان پروسه رهایی زندانیان هم تکمیل می شود. با این حساب مذاکرات بین الافغانی احتمالاً تا کمتر از یک ماه دیگر آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش. افغانستان در یک قدمی آغاز مذاکرات بین الافغانی. ریاست جمهوری میگوید که زلمه خلیلزاد فرستاده آمریکا برای صلح افغانستان با رئیس جمهور غنی، حامد کرزی و عبدالله عبدالله درباره زمان و مکان مذاکرات بین الافغانی صحبت کرده است. اقدامات عملی قبل از آغاز مذاکرات مستقیم، چگونگی دوام کاهش خشونت، آتش بس اعلام نشده و تعهدات جامعه جهانی و کشورهای همسایه در روند صلح افغانستان از دیگر موضوعات دو نشست زلمه خلیلزاد با مقامهای افغان بودند. این تلاش ها همش زیر مجمع جمهوریت صورت خواهد گرفت. دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث طرف اصلی برای پروسه صلح به گونه جدی کار خواهد کرد. قسمت محل مذاکرات و زمان مذاکرات دیروز یکی از بحث‌ها در دیدار با آقای خلیلزاد این بود که روی پیشنهاداتی که موجود است برای که مذاکرات مستقیم در کجا برگزار شود، تاریخ مذاکرات هنوز پیش از وقت است که مأمور امروز اعلان بکنم، اما روی این مسائل به جزئیات کار صورت می‌گیره. ان شاء الله امیدوار هستیم که در روزهای نزدیک از محل مذاکرات مستقیم، از زمان مذاکرات بتانیم معلومات با شما شریک بسازیم. حکومت افغانستان میگوید صلح که سبب قطع دوامدار جنگ شود و ارزش های 19 سال اخیر از اجندای مهم مذاکرات بین الافغانی خواهند بود. ریاست جمهوری از تغییر موقف پاکستان در پیوند به صلح افغانستان استقبال میکند و میگوید طالبان نیز باید تمامی زندانیان را آزاد سازند تا زمینه آغاز مذاکرات صلح فراهم شود. شرایط برزی آماده شده که مذاکرات بین افغانی زودتر دایر شود، زمان و مکان از معلوم شود، اینکه در کجا دایر میشه، قطر باشه، جرمنی باشه یا هر جای دیگه باشه که تجربه کافی در مذاکرات بین افغانی داشته باشد. در آستانه آغاز مذاکرات بین الافغانی دیروز یک هیئت قطری نیز به کابل سفر داشت، کشوری که احتمالاً میزبان این مذاکرات خواهد بود.
سفر اخیر آقای زلمه خلیزاد به افغانستان، به دوحه و همچنان به پاکستان سفر خیلی مهمی بود. راجع به موضوعات خیلی اساسی صحبت کردن، راجع به رهایی زندانیان و راجع به شروع مذاکرات بین افغانی. تا حال چیزی که روشن شده، جایی که دو مذاکرات بین افغانی صورت میگیره و به گمان اغلب پایتخت کشور قطر دوحه هست، ولی راجع به وقت و زمانش تا هنوز دقیقا معلومات در دست نیست. حکومت افغانستان میگوید که رهایی زندانیان طالبان همچنان ادامه خواهد یافت و کابل آمادگی کامل برای آغاز مذاکرات صلح دارد. پیشتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه نیز گفته که در 40 سال اخیر برای نخستین بار زمینه یک صلح واقعی در افغانستان فراهم شده است. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل. وزارت داخله افغانستان هم میگوید که گروه های مسلح مخالف دولت و مافیای مواد مخدر سالانه درآمد تا 1 میلیارد دلار را از قاچاق مواد مخدر دارند و بخش از این پول را در خرید سلاح برای استفاده در جنگ در افغانستان استفاده میکنند. معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت میگوید که این گروه ها با ناامن ساختن ولایت ها در تلاش افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر هستند. سازمان ملل متحد نیز با نشر گزارش گفته است که طالبان در کشت و تولید مواد مخدر سهم بزرگی دارند و از قاچاق مواد مخدر جنگ خود را تمویل می کنند. معصومه بهار گزارش می دهد. گوشه ای از زمین های زراعتی افغانستان که سالهاست مواد مخدر کشت می شوند. مناطق دورافتاده و ناامن این کشور. وزارت داخله افغانستان نیز میگوید که مواد مخدر بیشتر در مناطق ناامن کشت می شود و از پول آن در خرید امکانات جنگی علیه مردم استفاده می شود. و عملیات ما نشان داده که در بعض موارد ما با برخورد عکس العمل نظامی امری جنا ما به خاطر تخریب کارخانه ها رفتیم. قطعات پلیس مرزله مواد مخدر با عکس العمل نظامی از اینو ما برخورد کردیم و حتی ما اسنادی رو بعد از آوردیم که اونجا توشکای انتحاری بوده. این کلا خودش نشان میده که در پشت از این قضیه گروه های مسلح مخالف دولت، افراد مسلح غیر مسئول، قاچاقبرا، مافیا، چه قاچاقبر داخلی باشه بیرونی باشه قرار داره. اینا یک کامبینیشن بسیار دقیق دارن به خاطر از اینکه اینا هم پول غیر قانونی غیر مشروع رو به دست بیارن و این را باز در جنگ ها علی مردم بیچاره مظلوم استفاده بکنن. وزارت داخله همچنان میگوید که تنها پارسال 75 کارخانه و لابراتوار مواد مخدر در ولایت‌های ناامن کشف و نابود شدند که به ارزش 1 میلیارد دلار به مافیای مواد مخدر خسارات وارد شد. سازمان ملل متحد نیز میگوید که گروه طالبان بخشی از مواد مخدر را در داخل افغانستان توزیع می‌کنند و بخش دیگر آن را با همکاری مافیای بین المللی به کشورهای ایران، افریقای جنوبی، استرالیا و آسیای میانه می رسانند. بدون شک طالبا خود تمویل می کنه از لحاظ لوجستیکی، از لحاظ تسلیحاتی و از هر لحاظ از مواد مخدر پول به دست میاره و اونا را در ساحاتی که زیر کنترل ایشان هستن، خصوصا که جنوب افغانستان یا فرض مثال ولایت بدخشان یا بعضی ولایت های دیگه که هستن یا سمت مشرقی، اونا اوجا ترویج میکنن به خاطر نفع خود. اما بیشترین نفع استخبارات منطقه و قاچاق بین المللی به دست میارن. با این حال برخی از آگاهان بدین باورند که طالبان از حامیان کشت، قاچاق و تولید مواد مخدر در سطح منطقه اند و برای تغییر وضعیت این گروه تحت فشار باید قرار گیرد. مواد مخدر و آید سرشار و هنگفت که از مواد مخدر نصیب طالبان میشه و این سبب تراز شدن جنگ و نتیجه بخش نبودن پروسه صلح است و عامل عمده قدرت گرفتن طالبان است. اما در گزارش سازمان ملل متحد که هفته پیش نشر شد، گفته شده که طالبان هروئین و سایر مواد مخدر را در جنوب کشور تولید می کنند و میلیون ها دلار از این رهگذر درآمد دارند. در این گزارش همچنان آمده که اخیراً طالبان گروهی را به نام مقررات ایجاد و مسئول قاچاق مواد مخدر در مرزهای افغانستان ساخته است. معصومه بهار، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که به منظور مبارزه معیاری با کرونا ویروس در افغانستان 5 پالیسی جدید را روی دست گرفته است. احمد جواد عثمانی سرپرست این وزارت امروز در یک نشست مشترک با مسئولان سازمان جهانی صحت گفت که از این پس به هر کلینیک و شفاخانه در هر نقطه افغانستان سهولت‌های تجویز مریضان کووید 19 را ایجاد می‌کند. وفاق هم فراهم کردن وسایل محافظتی کارکنان صحی تمام بیماران با شمول واقعات کرونا ویروس را باید این مراکز صحی معاینه، تشخیص و تداوی کنند. تا امروز دست سکتور خصوصی سی افغانستان در حمل مبارزه با ویروس کرونا قطع گردیده بود. اما امروز من به حیث مسئول سی کشور اعلام میکنم که سکتور خصوصی کشور اجازه دارد در تشخیص و تداوی مریضان کرونا سهم بگیرند. نیاز نیست که برای هر کلینیک و هر شفاخانه خصوصی به صورت جداگانه جواز فعالیت برای تشخیص و تداوی ویروس کرونا داده شود. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که تاکنون تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 22980 نفر رسیده و حدود 426 نفر جان خود را به این ویروس از دست داده، اما 3326 نفر حدوداً فرد مبتلا از کرونا ویروس بهبود یافتند. در این حال شمار مصابین ویروس کرونا در ایالات متحده به بیشتر از 2 میلیون نفر رسیده است. طبق ارقام نشر شده توسط مرکز علوم و انجینری سیستم ها در پانتون جانز هاپکینز، رقم جان باختگان این ویروس در ایالات متحده به بیشتر از 112,000 نفر رسیده است که بیشتر از 30,000 تن از جان باختگان در ایالت نیویورک هستند. این در حال است که در برخی ایالت ها شمار مصابین دوباره در حال بلند رفتن بوده است. ایالت های آریزونا و تکساس تا روز چهارشنبه روزانه چندین موارد جدید را ثبت کرده است. اریک تونر، یک متخصص در مرکز برای امنیت صحی در پوانتون جانز هاپکینز، گفت که بخشایی از ایالات متحده با موج جدید ویروس کرونا مواجه هستند. او گفت وضعیت این شیوع جدید بزرگ نیست، اما در حال وقوع است. ذرات کوچکی که از بینی و دهان ما خارج میشه ویروس کرونا را به سایرین انتقال میدن. با رعایت نکات صحی از ابتلای سایرین به ویروس کرونا جلوگیری کنید. و دیگر نزدیک نشین، فاصله 2 متر مراعت کنید و کسایی که سرفه میکنن از اینا دور باشید. اگر افرادی که سرفه میکنن و یا هم عدسه میزنن شما با اونا نزدیک میشن، احتمال داره که اونا ویروس را به فضا پراکنده کرده باشن و شما او را تنفس بکنن و مریض شن. قبل از پوشیدن ماسک روی دهن و بینی فراموش نکنید دستان خود را با آب و صابون بشویید یا اینکه با مواد ضد عفونی پاک نمایید. بین ماسک و صورتتان فاصله نباشد و خالیگاه نداشته باشد. دستتان برای ماسک نزنید و اگر دستتان به ماسک خورد با آب و صابون دستتان هم بشویید. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده دیروز چهارشنبه از کشورهای چین، ایران، نایجریا و برخی دیگر کشورها منعیس کشورهایی که از آزادی مذاهب تخطی میکنند یاد کرد. سندی سن، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد نشر گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا در مورد آزادی بین‌المللی مذاهب در سال 2019 گزارش تهیه کرده که همکارم او را دنبال میکنه. بله همکار گرامی، در این گزارش در مورد افغانستان نیز معلومات گنجانده شده و به حملات بر اقلیت‌های مذهبی در افغانستان، به ویژه حملات بر اماکن عبادی شیعیان، سیکا و هندوها نیز تمرکز شده. با آمده که شاخه خراسان داعش در برخی موارد هم طالبان اقلیت‌های مذهبی را به خاطر باورهایشان و یا هم به دلیل ارتباط آنان و حکومت میکشند. با استناد آمار سازمان ملل متحد در این گزارش آمده که بیشترین ماین‌گذاری های اخیر در افغانستان اقلیت شیعه آن کشور را به ویژه هزاره ها را مورد هدف قرار داده. جزئیات بیشتر را در این گزارش ببینید. مایک پامپیو وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید سرکوب مذاهب تحت حمایت دولت نسبت به کشورهای دیگر در حال شدت بیشتر است.
حزب کمونیست چین اکنون به سازمان‌های مذهبی دستور می‌دهد تا از رهبری سی سی پی پیروی کنند و مفکوره کمونیستی را به آموزه‌ها و اعمال دینی در مذهب خود تزریق کنند. بازداشت‌های گسترده اویغورها در شینکیانگ همچنان ادامه دارد. سرکوبی تبت‌ها و بودایی‌ها، فالونگونگ‌ها و مسیحیان نیز جریان دارد. چین انتقاد از بازداشت گسترده اویغورها را به عنوان دخالت در امور داخلی خود رد کرده است و میگوید که شبکه گسترده بازداشتگاه‌ها در شینکیانگ برای آموزش‌های حرفه‌ای استفاده می‌شود. دیروز چهارشنبه نشر گزارش آزادی بین‌المللی مذاهب در طول سال 2019 از جانب وزارت امور خارجه ایالات متحده در حالی صورت گرفت که جهان اعتراضات گسترده‌ای علیه نژادپرستی و برخورد غیر انسانی پلیس در سراسر ایالات متحده را شاهد بوده است. وقتی چیز غم‌انگیز و وحشتناک که برای جورج فلوید اتفاق افتاد رخ می‌دهد، دولت در این مورد پاسخگو می‌باشد. ما شاهد عملکرد سریع مقامات محلی و وزارت عدلیه برای رسیدگی به آن وضعیت خاص بودیم. مقامات ایالات متحده و نایجریا من حیث محلی اشاره کردند که بوکو حرام، گروه تروریستی افراطی، همچنان به مسلمانان و مسیحیان حمله می‌کند. سام براونبک سفیر ایالات متحده برای آزادی بین المللی مذاهب در جلسه توجیهی وزارت امور خارجه روز چهارشنبه خواستار اقدام سریع در این مورد شد. من عمیقا برای آنچه در نایجریا اتفاق می‌افتد نگرانم و این نگرانیم به دلیل تشدید خشونت‌ها و قتل‌عام‌ها و عدم پاسخ‌دهی مؤثر توسط دولت است. ما واقعا به دولت نایجریا نیاز داریم تا دست به کار شود و بسیار مؤثرتر عمل کند. براونبک گفت که عربستان سعودی با اکثریت مسلمان همچنان با نگرانی ها همراست، چرا که این کشور تنها کشور جهان است که هنوز حتی یک کلیسا هم در آن وجود ندارد. سحر عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. جان باختن های اخیر در امریکا و یا هم او هم امریکایی های افریقایی تبار در رویارویی با پلیس یک بار دیگر بحث را در مورد نقش پلیس در ایالات متحده امریکا ایجاد کرده است. در حالی که مظاهرات در سر تا سر ایالات متحده وارد هفته سوم خود میشه، مظاهره کنندگان خواهان قطع بودجه پلیس شدند. جزئیات را همکار ما عبدالقادر مشرف دنبال کرده و در برنامه با ما هستن. آقای مشرف، تازه ترین جزئیات در مورد پیش شما چی هست؟ سلام به شما و بینندگان عزیز. سیار جان، واژه قطع کردن بودجه برای دیپارتمنت پلیس خودش یک سردرگمی را ایجاد کرده. قصر سفید گفته که رئیس جمهور ترامپ در مورد خواستهای مظاهرات سرتاسری امریکا غور میکنه و قرار است که امروز با رهبران دینی، افسران پلیس و همچنان مالکان کسب و کارها در یوستن تگزاس رئیس جمهور ترامپ ملاقات بکنه. از طرف دیگر مجلس نمایندگان و مجلس سنا اینا اقدامات متفاوت را در قبال پلیس اتخاذ کردند. مجلس نمایندگان یک قانون را پیشنهاد کرده که بر اساس از او پاسخگو قرار دادن پلیس گسترش میده، پیگرد پلیس تقاضا میکنه و همچنان انتقال تجهیزات نظامی را به دپارتمنت پلیس میخواهد که قطع شود. اما مجلس سنا این راهکار را نداره، بلکه او میخواهد که موضوع خفه کردن پلیس ممنوع قرار بده و هم دپارتمنت پلیس بیشتر آموزش بده تا در راهکارهای خود کارهای مناسب را انجام بده. جزئیات بیشتر در مورد مظاهرات و خواسته مظاهره کنندگان در این گزارش میبینیم. خشم ایجاد شده به خاطر مرگ جورج فلوید و سایر امریکایی های سیاه پوست در رویارویی با پلیس باعث شده یک کتله بزرگ از مظاهره کنندگان خواهان مختل سازی سیستم کنونی پلیس در ایالات متحده شوند. پلیس میلیاردها میلیارد دلار را به دست می آورد تا بر جامعه اقلیت امریکا با ویژه سیاه‌پوستان رفتار خشن را روا دارد که کاملا ناعادلانه و سرکوبگرایانه است. در بهترین حالت اقدام نجات پرستانه است. در حالی که شعار قطع بودجه پلیس محور مظاهرات شده است، اکنون بحث های در حال شکل گیری است که هدف از این خواست چیست. مفهوم لغوی قطع بودجه یعنی پول تمویلی به پلیس فسخ شود. برخی مدافعان میگویند که این موضوع در مورد از بین بردن دپارتمنت پلیس نیست، بلکه قطع وجوه مالی است از آنچه نیروی نظامی تلقی می شود که از دراز مدت به نژادپرستی متهم است.
اما تمام مظاهره کنندگان با این شعار موافق نیستند. من ترجیح میدم اگر بتوانیم کارمندان بد پلیس را اخراج و افراد خوب را بیاوریم. من میخوام قادر باشم که در صورت نیاز به آنها زنگ بزنم. هنوز هم این تحریک در حال قوی شدن است. مقامات شهر لاس آنجلس و نیویورک تعهد کردند که بودجه پلیس شهرهایشان را کاهش دهند. شورای شهر میناپولیس، جایی که جورج فلوید در اسارت پلیس جان باخت، وعده کرده اداره پلیس را منحل سازد. تعهد ما این است تا روابط زهرآلود شهرمان را با دیپارتمنت پلیس خاتمه دهیم و به این شیوه کارکرد پلیس که ما میدانیم خاتمه بخشیم. در گذشته هم همچو اقداماتی صورت گرفته است. وکلای مدافع به شهر کامدن ایالت نیوجرسی که برای سالیان متمادی از مرگبارترین شهرهای آمریکا به شمار می آمد اشاره کرده می گویند در سال 2013 پلیس کاملا منحل شد و دوباره احیا گردید و از آن زمان میزان جرایم به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. اما مخالفین قطع بودجه پلیس مانند جیمز کریک، فرمانده پلیس شهر دترویت می گویند که رویکرد مشابه با تمام سیستم برای اصلاح پلیس یک مفکوره بد است. If leadership has failed, management has failed. اگر رهبریت و مدیریت ناکام ماندند، از نظر فرهنگی این اداره با شهروندان شهر به درستی رفتار نکردند. بله، باید روی ساختار آن تجدید نظر شود و دوباره احیا شود. اما فقط با گفتن این که آن را منحل می‌سازیم، پس برنامه بعدی شما چیست؟ تمام دپارتمنت پلیس این وضعیت را به بار نیاورده است. نمی‌توانید با همه یکسان عمل کنید. با توجه به افزایش تقاضا برای تجدید ساختار پلیس در امریکا، این جنبش احتمالاً در این سال انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از قبل به یک موضوع داغ مبدل شده است. قدیر مشرف، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، ایالت ورجینیا. دوستا، مظاهرات اخیر در ایالات متحده از سوی بسیاری ها به عصر جدید در فعالیت های مدنی امریکا شهرت یافته است. برخلاف تهدیدات همگیر ویروس کرونا، اقشار مختلف مردم در سراسر این کشور به جاده ها آمده و اعتراض خود را علیه نژاد پرستی و خشونت پلیس علیه سیاه پوستان ابراز کردند. افغان ها و یا هم امریکایی های افغان تبار نیست در مظاهرات اخیر در ایالات متحده حضور داشتند و همبستگی و حمایت خود را با جنبش زندگی سیاه پوستان مهم است نشان دادند. یلدا بکتاش با شماره از این افغان ها صحبت کرده و درباره دلایل حمایتشان از مبارزات مدنی سیاه پوستان در ایالات متحده امریکا پرسیده است. تشکر. سلام به شما بیننده‌های محترم برنامه. خب، امریکایی های افغان تبار در اعتراضات اخیر در ایالات متحده حضور بسیار گسترده داشتند و نه تنها در خود اعتراضات، بلکه در فضای مجازی هم به حمایت از جنبش زندگی سیاه پوستان مهم است پرداختند. افغان هایی که در اعتراضات شرکت کردند دلایل مختلفی را برای حضور در اعتراضات بیان کردند و ما با برخی از اونها صحبت هایی داشتیم و گزارش را در این باره آماده کردیم که دعوت میکنم مشاهده کنیم. برای بسیاری از امریکایی های افغان تبار، شرکت در تظاهرات اخیر امریکا به معنای ایستادگی در برابر نژاد پرستی و بی‌عدالتی علیه سیاه پوستان و سایر اقلیت ها در این کشور است. سیاه پوستان و سایر اقلیت ها در سراسر ایالات متحده کشته می شوند و دلیل کشته شدن آنان نیز ریشه در نفرت نژادی دارد. من هم به عنوان یک امریکایی افغان تبار با برخوردهای تبعیض آمیز، به خصوص پس از رویدادهای 11 سپتامبر سال 2001 مواجه شده ام. می دانم مورد تبعیض قرار گرفتن چی حسی دارد. تجربه خوشایند نیست. برای برخی دیگر از افغانها، از جمله از زینب محسنی که کاندید حزب دموکرات برای مجلس نمایندگان کنگره آمریکاست، شرکت در این اعتراضات ادای دین به زحمات پیشگامان فعالین مدنی در آمریکاست. نژاد پرستی در امریکا ریشه تاریخی دارد و باید حل شود. با عنوان یک امریکایی افغان تبار باید بگویم که بسیاری از آزادی هایی را که امروز از آن بهرمند هستیم حاصل زحمات کسانی است که در گذشته در مظاهرات مشابه شرکت کردند. اما برای تعداد دیگری از فعالین افغان، شرکت در این تظاهرات صرفاً برای تغییر در پالیسی های حکومتی نیست و آنها امیدوارند تا حضورشان بتواند با به گفتگو در باره دیدگاه تبعیض‌آمیز افغان ها علیه سیاه‌پوستان را باز کند. اولین تأثیری که می تواند داشته باشد این است که با دیدگاه ضد سیاه‌پوستی خود مقابله کنیم. مانند سایر افراد، ما افغان ها هم در رابطه با سیاه‌پوستان تبعیض داریم. متاسفانه همه جهان به نوعی تبعیض علیه سیاه‌پوستان دچار هستند و اکثر فرهنگ ها نیز این دیدگاه را دارند.
فعالین و سازمان‌های افغان از جمله انجمن اجتماعی افغان‌ها برای مساوات و ترقی نیز در رسانه‌های اجتماعی به طور گسترده از تظاهرات زندگی سیاه‌پوستان مهم است حمایت کرده و با نشر اعلامیه و یا ایجاد صفحه در فیسبوک از بقیه افغان‌ها دعوت کردند تا در این اعتراضات فعال باشند. بر اساس گزارش‌ها بیش از 10,000 نفر در جریان تظاهرات اخیر در آمریکا بازداشت شدند. مژگان افشان که یک تن از حامیان حقوق مدنی آمریکا است می‌گوید که اقلیت‌ها بیشتر از سایرین در معرض نظارت مجریان قانون و FBI قرار دارند. از آغاز مظاهرات اخیر تا کنون موضوع دیگری که اتفاق افتاده این است که مجریان قانون و FBI به سراغ فعالین مدنی و کسانی رفتند که در چنین مظاهرات شرکت می‌کنند. هدف ما این است که برای این افراد معلومات حقوقی فراهم کنیم و اگر ضرورت شد وکیل مدافع در اختیارشان قرار دهیم. کارشناسان میگویند که ساختار نژادی اعتراضات مدنی در آمریکا نسبت به گذشته تغییر کرده و اقلیت‌ها اکنون صحنه فعال‌تری در آن دارند. تغییری که به باور آنان شاید در نتیجه انتخابات پیش رو نیز تاثیرگذار باشد. با وسط این که پیامد اعتراضات اخیر هنوز نامعلوم است، اما آنچه واضح است این است که معترضین فعلا خیال ترک جاده‌های این کشور را ندارند. یلدا بکتاش، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. دانشمندان سراسر جهان در جستجوی واکسین برای وقایع کووید 19 یا هم ویروس کرونا هستند. اما بعضی دیگری میخواهند تا زمان دسترسی به این واکسین روش‌های تداوی را جستجو کنند. کال پیرسون خبرنگار صدای آمریکا در مورد محققان سویدنی گزارش آماده کرده که آنها از نتیجه تلاش خود برای یافتن روش درمانی که بتانه انکشاف این مرض را در بدن انسان کاهش بده و علائم به ابتلا به آن را تنزیل بده خرسند هستند. تایسن نام الپاکا است که در جهان مشهور شده است. محققان اینستیتوت کارولینسکا در استاکولم در بدن این ایوان پروتین های ویروس کرونا و انتیبادی هایی را که به نام نانوبادیز شهرت دارد تزریق کردند. انتیبادی ها پروتین هایی است که توسط سیستم وقایوی بدن تولید می شود و زمانی که حس می کند که بدن و ویروس یا میکروب دیگر آلوده شده، این پروتین ها تلاش می کنند تا آن را از بین ببرند. نانوبادی ها به مراتب کوچکتر از انتیبادی هایی که در بدن تولید می شود می باشد و نانوبادی به عین قسمت ویروس ها متصل می شود که انتیبادی انسان با آن وصل می شود. جارلت مک‌ایرنی یکی از محققان این پروژه است. این آنتیبادی هایی است که ما از حجرات و یا سلول های خونی آلپاکا گرفتیم و ما می توانیم ببینیم که آنتیبادی به درستی روی سطح آن قرار دارد. دقیقا همان نقطه است که پروتین ویروسی احتیاج دارد در حجره راه یابد و همینطور این درک ساختار در مورد نحوه عمل کرده این آنتیبادی ها را برای جلوگیری از عفونت برای ما می دهد. مک‌ایرنی میگوید که نتایج در طی چند ماه به نشر میرسد. این روش میتواند به تولید دوایی که برای کاهش ویروس در خون کمک میکند تا بدن بتواند برای رسیدگی به عفونت انتیبادی بسازد میانجامد. تمام شواهد نشان میدهد که این روش میتواند بر انسانها کار بدهد، ولی این سیستم بسیار مغلق است. بنابراین ما مشتاقانه منتظر هستیم تا این آزمایش ها را انجام دهیم. یک واکسین می تواند سالها طول بکشد تا توسعه یابد و به همین دلیل محققان اینستیتوت کارولینسکا توجه را برای انکشاف روش درمانی متمرکز کردند. این موضوع می تواند شیوع مرض را در حال توقف دهد که یک واکسین در حال انکشاف است و خواهد توانست تا مسئولیت درازمدت را به همراه بیاورد. خدیجه همال کوزه، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. اپلیکیشن ما رایگان است. دانلود کنید و پس از انتخاب زبان دری، خبرهای تازه افغانستان و جهان، ویدیوهای جالب، عکس‌ها و سایر مطالب دیگری را در موبایلتان دنبال کنید.
VOA افغان و VOA افغانستان. برنامه دری در همینجا با پایان رسید. از همراهیتان جهان سپاس. با امید روزهای بهتر.